با سلام و احترام خدمت هموطنان هم در جای جای ایران و دنیا، خدمت شما هستم که میگن از افغانستان زیاد میگی. ما میدونیم که فعلا تمام فتنه رو، تمام تروریستا رو، تمام خرابکارا رو، تمام جنایتکارا رو، تمام آدم های نادان و نفهم این خود ابرزدت رو جمع تو افغانستان میان گاهگذار یک دیوانه، یک سنگ توی چاه میزه، صد تا عاقل نمیتون در بیارن. من اینا رو میگم به خاطر آماده بودن مردم. الان مردم ها در حال خودسازی و بازسازی هستند، دارن نقاهتشون رو میگذرونند، دارن فکر میکنند به تمام مسائل، فکر میکنند به تمام جوانه، فکر میکنند چی بود، ما چی فکر میکردیم وقتی بودن نافگان آمریکا بودیم، وای دیگه دنیا با آخر رسید. حالا میفهمم که اینا همشون کوههاشون موش دارید و چه موشهایی. و من ایرزا رسد میکردم حکومت رو در خیلی ها از کسی یک زمان فدایی بودن، یک زمان نماز شب میخوندن، چی کار میکردن، رسد میکردم مرتب که بتونم اخبار برای شما جمع کنم. اما امروز یه اتفاقی افتاد، آفتاب آمد دلیل آفتاب. ما پاچه خارتر، چیچیمالتر، کسافتتر، لجنتر، حرامخورتر و حرامزادتر از علیرضا پناهیان نداریم. ما آخونده معروفه که سخنگوی خود خامنه ای است و بچه میاد و چه جستایی میگیره، چه گریه هایی میکنه که این دیگه امام هست و ما این کار رو بکنیم سوسک میشیم و از این حرف ها. خلاصه الان شهید درگیر هستن. یه روز تو کارخونه داشتن دو تا لودر کار میکردن و بعد یکیشون دو ماهی کار میکردن. بعد یه روز یک شامتی آقا محمدی گفتم چیه؟ گوی لودر فلانی وقتی میگه کار میکنم میره چیز میره پشت اون تپه وای میسته، الکی چیز روشن است، بس برای شما ساعت میندازه. آب ساعت هفت هشت ساعت چقدر میگه یادم نیست. بعد گفتم بشین نشست، فرستم اون یکی رو آوردن. گفتم دعواتون شده سر مبلغ ها؟ خندیدن. گفتم کی به شما گفت بنده خدا داره میگه؟ گفت رفتی لو دادی همه چی رو فلان فلان شده. ما دو ماه خلاصه با هم چیز کردیم، توافق کردیم اینا با هم قرار گذاشتم مثلا ساعت بس مثلا 8000 تومان هست، اینا برفر 10 ساعت و 2 ساعت کار کنن، 8 ساعت خودشون خلاصه بکشن بالا. بعد دیگه لو دادن به جای رسید که خلاصه آب خودشون بردن و خودشون اخراج شدن. حالا پناهیان و امثال هم اینا دیگه خودشون باختن، اینا همه چی رو باختن و میدونن که از اونایی هستن که جز اولین گروهی هستن که مردم اینها رو خلاصه اون کاری با سرشون بیارن میارن، هفت پشت جلو چشون بیاد بیارن میارن. سوابقش جلو چش هست دیگه، سوابق پناهیان دیگه پنهان نیست دیگه. لااقل ما یکی دو کلی پاچه خار حرفه‌ای به قول معروف راجع به خامنه‌ای میگفت و چه جورم دفاع میکرد که بعضی واقعا شک کرده بودن نکنه بابا ما اشتباه میکنیم، نکنه که ما خلاصه راهمون اشتباه است. حالا یه تیکاش رو هم گوش میکنیم بعد در خدمت شما هستم. اینجا جاییست که بهش میگن که تو میان پول از کجا میری خونه آنچنانی، بعد میخواد دفاع کنه، بعد میرسیم به جای جاش. حالا یه جوری رزیلانه زدن شراکت فلانی با صاحب فلان کارخانه ها و فلان انسان پولدار، هر کدوم از رفقا زنگ میزنن میگن پس یه برج 100 میلیاردی نیست بابا، دیگه یه خونه که ما یه واحدشو داشتیم. همین الان هم من یه واحد بیشتر خونه ندارم تو تهران، اونم رفقا جمع شدن هدیه‌ای، مثل امام هدیه‌ای زندگی میکرد، مقام معظم رفعی هم با هدیه رفقاش زندگی میکنه. ما هم اینطور پناهیان در منبرهایش حرفهایی میزند که نشان دهنده نزدیکی بسیار او با رهبر و بیت اوست. او بسیار پیشتر از افشای فایل صوتی ظریف و اعتراف بعدی رهبر جمهوری اسلامی به اینکه وزارت خارجه یک مجری بیشتر نیست، گفته بود سیاست خارجی همیشه دست آقا بوده و احمدی نژاد و خاتمی و هاشمی بدون اجازه او حق آب خوردن نداشتند. های نادرست احمدی نژاد در مسئله هسته‌ای بذارتون توضیح بدم. اصلا سیاست های احمدی نژاد و آقای خاتمی در مسئله هسته‌ای صفره. توی این وسط فقط خود آقاست. مگه آقای احمدی نژاد بدون اجازه رهبری در امور سیاست خارجی میتونه آب بخوره؟ همطوری که آقای خاتمی نمیتونست، همطوری که آقای هاشمی رفسنجانی نمیتونست، نه تبقام نه اساسی نه خود آقا اجازه میده. اینا تبلیغاتی سیاست نادرست آقای احمدی نژاد سیاست خارجی توی کشور ما همیشه دست آقا بوده. علیرضا پناهیان که کسی نمی‌داند به جز سخنرانی چه شغل و سمت دیگری دارد، به مجلس دستور می‌دهد که چه وزیری را تایید کند و مجلس هم به گزینه مورد نظر او رأی اعتماد می‌دهد.
من هنوز وزیر جدید نیامده ازش سوال میکنم، آیا شما نسبت به طب سنتی متعهد هستید یا نه؟ اگر نیست نمایندگان مجلس به ایشون رأی ندن. بنده این حرف رو با وزیر بهداشت محترم فعلی زدم همون اوائل کرونا، فرمودن من خودم معتقدم، تأکیداتی دارم، ولی میدونید سخته. یعنی چی میدونید سخته؟ به همین دلیل میتونید خوب دقت کنید دوستان، نه هر کم توش کلی حرف حدیث خوابیده است و مشخصه که ایشون یک جوری پیام رسان شخص خامنه‌ای به تشکیلات. خوب دقت کنید، یک آخوند دوزاری کثافت لجن فلان فلان میاد و تعیین میکنه بگی رأی بدیم بگی رأی ندیم، کاری که دفعه قالیباف داشت میکرد. توان حرفهای کسانی مانند پناهیان را به عنوان نوعی شاخص و دماسنج حکومتی به حساب آورد. او در روزهای اخیر در سخنانی بی سابقه به نیروهای ارزشی دستور داده به جای تعقیبات نماز بروند صفحات انقلابی را در فضای مجازی لایک و فالو کنند. نقطه قوت تبلیغات دشمن اینه که با هم هماهنگن، نقطه ضعف ما اینه که با هم هماهنگ اولین بار جالبه. من میدونم آدمای مذهبی معتقد به انقلاب داریم تو این صفحات مجازی عضو نیست بره، لااقل صفحه‌هایی که خوبه رو فالو کنه، لایک کنه. کجا رسیدن؟ احساس وظیفه نمی‌کنه بره یه کامنت مثبت بگذاره پای یه پیام خوب که آقا تنها نمونه. من میام بعضی از صفحات بعضی‌ها رو نگاه می‌کنم یا بابا چه غریبن انقدر، در که من میدونم این آقا میلیون ها نفر علاقه من داره، اگه این آقا دشمن بکشه میلیون ها نفر گریه میکنن. اینا چرا نیستن اینجا؟ چرا کامنت نمیذارن؟ کتلو رو بردن، چرا حرف نمیزنن؟ آقا ما بیکاری داره گریه میکنه، چون اهمیت نمیدید به این کارا، بیکار نیستی اهمیت نمیدید. گاهی از اوقات هم باید به جای تعقیبات نماز بشه صفحه رو باز بکنه، صفحات انقلابی رو باید لایک کنه، فالو کنه، نمیدونم فوروارد کنه. چرا ما اینجوری نیستیم؟ سکوت رادیوی چیه این؟ تایید با سکوتتون دارید تایید میکنید به دشمنو؟ من نمیدونم شما چرا با سکوتتون دارید تایید میکنید. همونطور که ملاحظه می شود، تقاضای لایک و کامنت برای صفحات انقلابی از سوی پناهیان با این اعتراف او همراه شده که صاحبان این صفحات تنها هستند و هم اینکه کسی هم از میان جمعیت مورد نظر او تمایلی به همین صفحه انقلاب گرام که نگاه گذاری می زارم مستقیم خامنه‌ای خوش نظرت در روش 4400-500 تا فالوور داره، اما کامنت به ندرت بالای 500 تا، اونا هم خودشون هستن دیگه، همون تعداد خودشون هستن، یا به 700 تا لایک میخوره. همراهی با آنها ندارد. آیا با توجه به نزدیکی پناهیان به بیت رهبری میتوان این درخواست او را ناشی از دسترسی او به اطلاعات لایه‌های بالایی حکومت دانست و وحشت ناشی از این اطلاعات که خبر از ریزش‌های بیشتری در بدنه هواداران نظام می‌دهد؟ آیا این حرف‌های سخنران حکومتی که با رهبر جمهوری اسلامی رابطه بسیار نزدیکی دارد می‌تواند به کاهش محبوبیت سید علی خامنه‌ای در پایگاه اجتماعی نظام اشاره داشته باشد؟ یه پرپنچی روزنامه‌نگار در تحلیلی کوتاه از وضعیت رهبر جمهوری اسلامی در این روزها می‌نویسد: خامنه‌ای در سال 88 برای طبقه متوسط شهری تمام شد. در دی 96 و آبان 98 برای طبقات فرودست و شهرهای کوچک به پایان رسید و با بحران کرونا برای همه اقشار جامعه در کل کشور فرو ریخت. امروز دیگر چیزی از خامنه ای بر جای نمانده جز پرهیبی از هیمنه ای فرو ریخته. آیا تحلیلی مشابه این در سطوح بالایی حاکمیت وجود دارد که به شکل درخواست لایک و فالوی صفحات انقلابی در حرفهای سخنران بیت منعکس شده است؟ آیا این ردپای وحشت ناشی از فرو ریختن هیمنه آقا و نظام است؟ علیرضا پناهیان در یک دستور دیگر از دولت جدید خواست سفر اربعین ارزان‌ترین سفر زیارتی شود. این دستور هم بلافاصله اجرا شد و سازمان حج و زیارت اعلام کرد ویزای اربعین رایگان است. نامعقول رفتار نکنیم، کما اینکه در دولت قبل اتفاق گاهی از اوقات دیده میشد که میفته.
اربعین رو ارزان کنیم، نیاییم یه بیمه مثلا ورشکسته رو آبادش بکنیم با پول بیمه به زور که میخواییم از زائر بگیریم که یه هزینه هم به هزینه هاش اضافه کنیم. اینجا ابا عبدالله حسین علیه السلام هزینه کرده، چیزی نمیتونه بگیم، کاریست که امام حسین علیه السلام برای ما آسان کرده. بیاد یه کاری بکنی این اربعین ارزانترین سفر بشه، سفر زیارتی دولت عراق و از اون مهمتر مردم عراق واقعا آماده همکاری هستن. بله فحشتون میدن. سال قبل که زائران اربعین حضور نداشتن واقعا عراقی ها گریه میکردن. به نظر میرسد ارزان کردن سفر اربعین و اصرار بر برگزاری آن در شرایط بحرانی کرونا هم میتواند در راستای ترس از فرو ریختن پایگاه اجتماعی نظام طبقه بندی شود. مناسک و مراسمی که اگر از رونق بیفتد با توجه به شرایط فعلی، بازگرداندن وفاداری و اعتماد بسیاری از هواداران نظام کار دشواری خواهد بود. به خصوص که به نظر می رسد در این شرایط خاص دلایل تاریخی عجیب برای گرد هم آوردن نیروها. خدمت شما هستم، اربعین هم تموم شده است. در اربعین قبلی دزدی می کردن وحشتناک و مردم عراق هم که دیگه از دست اینها زله شدن و خودتون چه شعاره میدن و چه کاره میدن، چه خفه زشتی بهشون میدن، ولی آخوند جماعت پروه و این آخرین تیر ترکش خامنه‌ای بود که زد. بازخورچم دید، کامنت هایی براش گذاشتن، فحش هایی بهش دادن به خودش خامنه‌ای که اون سرش ناپیدا. بر بچه بسیج هم گفتن خلاصه شما ال برای سر مادر آوردید. خب بریم از اخبار روز چه خبر داریم. من دوستان ایسی بهتون بگم بعد راجع اخبار بردن که بزنم. الان شماها ملت ایران کلن در یک دورانی میگذرونه که داره تحلیل میکنه 40 سال گذشته رو. به اینجا میرسه که تمام دنیا علیه شاه بلند شد، به عظمت شاه پی میبره، به عظمت خود ملت ایران پی میبره. به اینجا رسید که تمام این ابر ذلت ها اینها به جایی رسیدن که به فقر و فراکت افتادن، به گدایی افتادن توی کشور افغان تا کشور عربستان ایورا و برگشتن. و هر چی اینها بیشتر مردمش آگاه میشن، دانسته آگاهیش میره بالاتر، قدرت خودشون بیشتر پی میبرن، قدرت شاهنشاه بیشتر پی میبرن. حرف شاهنشاه تک تک ثبت شد. اصل اینجاست، پایان کار مهمه، نتیجه کار مهمه. اینه که الان من با بچه های صحبت دارم تک تراش میرم لذت میبرم، ای پس اونجا اینجوری بوده، آه اونجا اینجوری بوده، آه اینجا اینجوری. بله همین بوده دوستان عزیز. من دارم افغانستان رو مرتب رصد میکنم و وقتی که چون افغانستان میده انتخابات ندارد، انتصابات دارد و یک دولت رو تصفیب میکنم با اینا باشن، این وزیر فلان وزیر فلان، ولی اینها همه اون بقیهشون قوم و خیش و از این حرف هاست. اونها خشتگ اینا سرشون خواهند کشید که به زودی اتفاق خواهد افتاد. الان کلی هم دارن از ایران عراقی ها چیز افغانی ها میرن ایران، از افغانستان دارن میرن ایران، کلی دارن میرن. اینا جزو نیروهایی هستن که آرامش دوست دارن. کمک اون نیروهای به قول معروف ضد طالبانی اون خیلی خیلی ضعیف شده و ضعیف‌تر هم میشن. توجه کردید این باز به نفع ملت ایرانه. هزینه هامون خیلی کمتر میشه. یه سری مسئله هست میشه گفت، این مسئله نمیشه گفت، ولی تفکر وا میداره مردم رو و این خیلی ارزشمنده. تفکر وا داشتن و مرور کردن تمام مسائل 40 سال گذشته و شناخت خودش و شناخت کشورش و شناخت دشمنها، چرا این کار کردن، دنبال چی بودن، اینها ارزشمنده. اینها خودتون به دست میارید و قدرشان بتونید. ایام بخواه روزگار خوش.